در روزهایی که بحث بر سر طرح نمایندگان برای محدودسازی فضای مجازی و اینترنت اوج گرفته، بسیاری این سوال را مطرح کرده اند که طراح یا طراحان اصلی این طرح چه کسانی بوده اند و فکر فیلتر کردن پلتفرم های خارجی از اینستاگرام گرفته تا گوگل و نیز خارج کردن اختیار اینترنت از دست دولت از کجا نشأت گرفته. اخیراً رسانه‌ها از روح الله مؤمن نسب به عنوان یکی از کارشناسان این طرح یاد کرده اند. مؤمن نسب همان کسی است که ماجرای باردار شدن دختر 12 ساله‌ای با 2 گیگ اینترنت رایگان را از تلویزیون تعریف کرده و از محدودسازی فضای مجازی دفاع کرده بود. گفت من یه دونه سیم کارت بابام خرید، یه دونه تبلت یا گوشی یادم نیست. اون وقت ولی بهم گفت اینترنت نمی‌خرم. بعد یه دفعه پیامک برام اومد گفت 2 گیگ اینترنت رایگان، فعالش کردم، رفتم تو همین تلگرام و شروع کردم به چت کردن و بعد یه روزی اون آقا پسر اومد و رفت و اینها، آقا اکانتش رو حذف کرد، دیلیت اکانت کرد. من اصلا نمیدونم کی بود، کجاست، هیچی ازش نمیترسید. مؤمن نسب اخیراً با دفاع از طرح مجلس گفته بود که همین حالا حداقل 5 اپلیکیشن بومی و داخلی شبیه اینستاگرام داریم. یکی از آنها روبینو است که هم لایف دارد و هم استوری. او طرح نهایی مجلس را نتیجه یک تلاش همگانی با صرف حدود 1200 ساعت جلسه کارشناسی می‌داند. توی طرح ما چی گفتیم؟ توی طرح گفتیم که مجموعه‌ای از مشوق‌ها که اینستاگرام پلاس ایرانی رو در رقابت با اینستاگرام آمریکایی رقابتی میکنه. فرد دیگری که از او به عنوان یکی از طراحان اصلی طرح یاد میشود، سید عباس مرادی است. جالب اینجاست که او اخیراً در تلویزیون از کنار گذاشته شدن مؤمن نسب از این طرح خبر داد و گفت مدعیان بارداری با 2 گیگ اینترنت و مدافعان وایت لیست از طرح سیانت کنار گذاشته شدند و جزو مخالفان طرح هستند. با این حال مخالفان طرح معتقدند رگه‌هایی از نظرات افرادی مانند مؤمن نسب در طرح نهایی نیز دیده میشود. کسی که بیاد توی اینستاگرام ایرانی فعالیت کنه یه نوع دیگه ای از برخورد باشه انجام. یه مثال میتونید بزنید؟ مثلا اگر یک کسب و کاری تبلیغاتش رو در اینستاگرام ایرانی انجام بدهد، من تخفیف مالیاتی براش در نظر میگیرم، به عنوان تخفیف مالیاتی لحاظش میکنم. اما اگر کسی در اینستاگرام آمریکایی فعالیت کرد، تبلیغاتش رو به عنوان هزینه مالیاتی حساب نمیکنم. عباس مرادی که از محدود شدن پهنای باند برای اینستاگرام و ارجانشین ایرانی برای این اپلیکیشن خبر داده، مدیر کل نظارت و ارزیابی فناوری مرکز ملی فضای مجازی است. مرکزی که زیر نظر ابوالحسن فیروزآبادی فعالیت می‌کند. گفته می شود مرادی از افرادی است که به واسطه ارتباط با حلقه های پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مؤسسات زیر مجموعه وارد مرکز ملی فضای مجازی شده است. در جستجوی نام طراحان اصلی به نام دیگری نیز برخورد می‌کنیم که بیش از هر مقامی با علیرضا زاکانی پیوند دارد. زاکانی که نامزد پوششی اصولگرایان در انتخابات 1400 بود و همکنون رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس است، کمی قبل از نوروز امسال مسعود فیاضی برادر داماد خود را به عنوان معاون خودش در این مرکز منصوب کرد. بسیاری از کاربران فضای مجازی فیاضی را طراح اصلی طرح محدودسازی فضای مجازی در مجلس می‌دانند. آنها حتی در جستجوی فایل اصلی این طرح که در مرکز پژوهش‌ها بارگذاری شده به نام فیاضی رسیده‌اند. اما فیاضی کیست؟ فیاضی پیشتر مدیر مسئول مجله رشد بوده. برخی همکاران سابق او در این مجله توضیح دادند که در دوران مدیر مسئولی او سانسورهای بی سابقه ای بر مطالب این مجله اعمال شده بود. به عنوان نمونه، در یکی از ممیزی ها علاقه یک مصاحبه شونده به خوانندگی و آهنگسازی به سرود و تواشیح تغییر کرده بود. نکته قابل تأمل این که اخیراً فیاضی برای صحبت مجلس در تلویزیون از طریق اسکایپ با صدا و سیما ارتباط برقرار کرده بود، یعنی اپلیکیشنی که آن هم از قربانیان طرح مجلس شمرده می شود. نکته دیگری که مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته بود این است که فیاضی نحوه کار کردن با این ابزار ارتباطی را به درستی نمی دانست. فیاضی اخیراً از واگذار کردن اختیار گیت‌وی یا همان دروازه اصلی اتصال ایران به اینترنت جهانی به کارگروهی خارج از دست دولت در طرح مجلس دفاع کرده و گفته بود که اجرای تصمیمات گرفته شده در این عرصه نیز با محوریت و مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح خواهد. فیاضی بر اساس آنچه در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس آمده 46 ساله است. هم تحصیلات حوزوی در رشته فقه و اصول تحلیلی و اجتهادی دارد و هم لیسانس عمران. نکته دیگر اینکه عباس مرادی از طراحان اصلی طرح خطاب به مخالفان گفته به جای راضی کردن نمایندگان طراحان این طرح را قانع کنند. این موضوع نشان می‌دهد طراحان طرح تا چه اندازه بر نظر نمایندگان اثرگذارند.
هنوز مشخص نیست سرنوشت طرح مجلس چه خواهد شد، اما انتقادها از اینکه چرا چنین طرحهایی به افرادی با تخصص نامرتبط سپرده شده همچنان وجود دارد.